سلام دوستان عزیز، خوش آمدید به درس سوم از شرطه دستور زبان انگلیسی. امیدوارم درس های گذشته را تعقیب کرده باشین و همچنان یک نوت بوک همراهتان داشته باشین تا اصطلاحات جدید را که باش روبرو میشین تک نوت بگیرین و همچنان هدف ما آموختن زبان انگلیسی با استفاده از داستان های فنی یا خنددار و همچنان داستان های آموزنده است و در قبال این قسم داستان ها ما می خواهیم بر شما فشرده زبان انگلیسی را تشریح کنیم. امروز خوش آمدید به درس سوم از گرامر. و اهداف درس امروز ما چیستن؟ اهداف درس ما قید ها زمان و مکان است، adverbs of place and time، و همچنان حالت گذشته to be در جمله های خبری، پرسشی و جواب های کوتاه مثل short question، statement question و past tense question. این است از هدف درس امروزی ما و شما. و در زمان حال گذشته و قواعد حال گذشته، زمانی که افعال یا ورب را ما استفاده میکنیم چگونه به زمان گذشته تبدیل کنیم. وقت میخواین یک فعل را به زمان گذشته تبدیل کنین، فعل های با قاعده را البته، مانند work, read, works، اینا را فقط با اضافه کردن یک ed در اضافه در آخر افعال میتونین شما افعال را به صورت ساده به زمان گذشته تبدیل کنیم، مانند he work. اگر بخواهیم در زمان گذشته تبدیل کنیم میگیم he work، یک ed در آخرش اضافه میکنیم. و همچنان جملات پرسشی کوتاه را زمانی که بخواهیم استفاده کنیم فقط در اول جمله یک did استفاده میکنیم، did. مثلا did he work، آیا کار انجام میده؟ و توجه داشته باشین در قرار گرفتن قید ها در یک جمله، محل قرار گرفتن قید ها در یک جمله بسیار مهم است که در کدام قسمتی جمله قرار میده. مثلا قید ها، همیشه کوشش کنید قید های مکان را در اول جمله و بعد قید های زمان را به تعقیب آن استفاده کنید. For example, he studies English here. In these sentences we use just adverbial of plus at the end. And if we want to use adverbial of time and also adverbial of adverbial of plus, we should start or use adverbial of plus first and then we should use adverbial of time. و همچنان اگر بخواین اما قید های زمان و مکان را استفاده کنین، اول قید مکان و بعد قید زمان را در جمله استفاده میکنین. از جملات زیاد اینجا گذاشته شده که شما میتونید خودتون بخونین و تشخیص بدهین که قید زمان کجا قرار گرفته و همچنان قید مکان. و همچنان کاربرد واز و ور را بسیار توجه داشته باشین، همچنان در جمله های پرسشی و جمله های خبری. فراموش نشوه که was where را میتونین شما باید به قسم استفاده کنین در یک جمله که مربوط میگره به فاعل، مثلا شخص اول از شخص دوم از شخص سوم. مثلا چی وقت شما میتونین was استفاده کنین و چی وقت where. فقط یک نکته ساده بر شما میگم که شما فقط در شخص اول مفرد و شخص سوم مفرد was استفاده میکنین. For example I was busy، من مصروف هستم. مثلا شخص سوم مفرد اگر ما و شما was استفاده کنیم، زمانی که he she it آمد یا ضمیری شخص سوم آمد شما میتونین was استفاده کنید. For example he or she or it was in the car، میتونین شما به شخص سوم فقط واز استفاده کنین، شخص اول مفرد و شخص سوم مفرد واز استفاده کنین. و در غیر این صورت اگر جمله اومد شما فقط ور، مثلا وی ور بیزی
you were busy, they were busy. فقط شما میتونین در شخصی جمع was were استفاده کنین. و همچنان استفاده was were در افعال گذشته باید بدانید. بی میتونین was را برای شخص اول مفرد و شخص مفرد قبلا تشریح کردم میتونین استفاده کنین. و همچنان در درس های گذشته گفتم برای شما آموزش داده بودم که جملات پرسشی و خبری را چرا هم استفاده کنیم و خودتان امیدوارم درس های گذشته را تعقیب کرده باشین. و همچنان اگر تا هنوز چینل ما را سابسکرایب نکرده اید لطفا چینل ما را سابسکرایب نمایید و زنگوله را فشار دهید تا از ویدیوهای بعدی ما با خبر شوید. و کاربرد های جواب های کوتاه را هم در آموزش های گذشته بر شما تشریح کرده بودم و میتونید ویدیو های گذشته را تعقیب کنید تا سلسله مراتب درس ها را به صورت متواتر ادامه بدهید تا ازش یک نتیجه مثبت را گرفته بودم. و پاسخ های کوتاه affirmative short answer قبلا بر شما تشریح شده، شما میتونید خودتان بخوانین و ازش یک چیزی یاد بگیرین. و ویارین تلفظ ویارین را بسیار توجه داشته باشین و در جمله ویارین فور اگزمپل وی آر بیزی به مثال های مثال ها را بیشتر توجه کنین و نکاتی مثل قید زمانی قید مکانی را برش تشخیص بدهین و جواب هایش را یاد بگیرین، چون در گفتگوهای روزانه بسیار ضروری است. و شکل گذشته افعال فقط گفتم در فعال های با قاعده ایدی را اضافه کنین و همچنین در درس های گذشته بر شما تشریح شده. و کاربرد دید فقط ما در درس های گذشته واز ویر را استفاده کرده بودم و آموزش گذاشتم، شما میتونین ویدیو های گذشته را ببینین. و فقط در جملات پرسشی ما میتونیم دید را در اول جمله به جای واز ویر استفاده کنیم که مثال هایش را قبلا تشریح کردیم. جمله خبری است جهان وارد تیوری است دی. و زمانی که شما میخواهید دید را در اول جمله پرسشی استفاده کنین فقط فعل خودتان را به حالت اول چون ورک استفاده میکنین.